امضای توافقنامه هسته‌ای بین ایران و 5 به اضافه 1 مقارن بود با اولین تجربه بنی نوع انسان از کاربرد سلاح اتمی. ساعت 8 بامداد 6 اوت 1945 هیروشیما، شهری در کرانه جنوب باختری ژاپن، هدف حمله یک هواپیمای آمریکایی قرار گرفت که بمب اتمی حمل می‌کرد. با فرود آمدن این بمب، دود سرخ رنگی به شکل قارچ از زمین برخاست و با سرعت 120 کیلومتر در ساعت به اندک زمان تا چندین کیلومتر گسترش یافت. دیوارها را فرو ریخت و خانه ها را ویران ساخت و در حرارت آن 78,150 نفر جان باختند، 13,939 نفر مفقود الاثر شدند و 9,284 تن شدیداً دچار سوختگی. با این حال ژاپن تصمیم داشت جنگ رو ادامه بدهد. چرا؟ چون مقامات دولتی و فرماندهان نظامی در ژاپن هنوز نمی‌دانستند با چه سلاحی روبرو هستند و چه فاجعه‌ای می‌تواند بر ملت و کشورشان این سلاح تحمیل کند. زمانی به خود آمدند و مهابت خطر را دریافتند که 3 روز بعد دومین بمب اتمی بر ناگازاکی فرود آمد. این شهر در عمق دره‌ای قرار داشت و بدین سبب اشعه مرگبار اتمی در فضای محدودتری 36,000 کشته و 40,000 زخمی بر جای گذاشت. شهر هم یک سر از میان رفت. این بار دولت و فرماندهان نظامی به خود آمدند. روز 14 اوت میکادو تسلیم بلاشرط ژاپن رو اعلام کرد و جنگ جهانی دوم بدینسان خاتمه پذیرفت، در حالی که هنوز موج بیماری های مرگاور ناشی از تشعشعات اتمی آثار بعدی بمباران رو ظاهر نساخته بود. بدین سان بود که فصل تازه‌ای به نام عصر اتم در تاریخ زندگی بشر رقم زده شد. آمریکا نخستین کشوری بود که به سلاح اتمی دست یافت. متعاقباً روسیه و انگلستان و فرانسه، متحدان آمریکا در جنگ دوم جهانی نیز به سلاح اتمی مجهز شدند. وقتی هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا به استفاده از بمب اتمی فرمان داد و بمباران هیروشیما و ناگازاکی چنان آثار فاجعه انگیزی رو به بار آورد، کسانی از اهل خرد بر این اقدام خرده گرفتند و اون رو جنایت ضد بشری دانستند. متقابلا پاسخ شنیدند که این ساده ترین راه برای پیشگیری از فاجعه‌ای به مراتب عظیمتر و
برای جامعه بشری بود، زیرا آمریکا تنها برای تصرف اوکیناوا، جزیره‌ای که قبلا تصرف کرده بود، تلفاتی مشتمل بر 7600 کشته و 3190 نفر زخمی متحمل شد و برای ادامه جنگ با ژاپن تا مرحله تسخیر و تسلیم آن کشور به تجهیز 2 میلیون سرباز نیاز بود. بنده را نیز عقیده بر این است که اگر در طول 70 سال از آن زمان تا به امروز جهان از خطر جنگ سوم بین المللی در امان مانده، این را مدیون نخستین تجربه بکار بردن سلاح اتمی است. زیرا در حالی که علاوه بر آمریکا 4 متحد آن کشور در جنگ دوم جهانی، یعنی روسیه و انگلستان و فرانسه و چین، کشورهای دیگری نیز به اسلحه اتمی دست یافتند، همه می دانند درگیر شدن در یک جنگ اتمی، در یک جنگ بین المللی، خواه‌ناخواه استفاده از سلاح اتمی رو به دنبال می آورد و جنگ اتمی در ابعاد بین المللی، یعنی فاتح خواندن بر شرق و غرب و زمین و آسمان و حیات و نبات و بر و بحر جهان. بنابراین بقیده این جانب، دستیابی به سلاح اتمی در منازعات کنونی جهان تنها یک وسیله تهدید است و باجگیری. هندوستان و پاکستان هر دو به سلاح اتمی دست یافتند و هرگاه اختلافاتشان بالا گرفته، یکدیگر را با آن تهدید کردند. ولی آیا عاقلانه است که باور کنیم ولو آنکه خدای ناخواسته کار این دو کشور به جنگ بکشد، بمب اتمی به کار برند؟ بمب اتمی سلاح موشکی نیست، سلاحی است که ابعاد تلفات و خسارات آن حد و مرز ندارد و دو کشور نزدیک به هم اگر یکی علیه دیگری از سلاح اتمی استفاده کند، متضامناً سند نابودی خود را هم امضا کرده است. به همین گونه است قیل و قال آن دسته از حکومتگران اسرائیل و ایران که استفاده از سلاح اتمی رو ترجیبند منازعات سیاسی و تبلیغاتی خود علیه یکدیگر قرار دادند. اسرائیل تهدید می‌کند که هدف جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح اتمی از بین بردن این کشور است، کشور اسرائیل، و متقابلاً جمهوری اسلامی مدعی است که چون اسرائیل سلاح اتمی دارد و ایران رو تهدید میکند، اینها هم ناگزیر بایستی که به سلاح اتمی دست پیدا کنند. اسرائیل و جمهوری اسلامی هیچ کدام نمیتوانند از جنگ تبلیغاتی در این زمینه قدمی فراتر نهند و حتی با سلاح‌های معمولی وارد جنگ شوند تا چه رسد به سلاح اتمی. سلاح اتمی از آن جهت برای همه جهان و جهانیان خطر آفرین است که خدای ناخواسته دیوانگانی از قبیل ملا عمر و اسامه بن لادن و ابوبکر البغدادی بر آن دست یابند یا در مقامی قرار بگیرند که بتوانند از این سلاح در یک کشوری استفاده بکنند. به این دلیل است که دسترسی
به سلاح اتمی و تکمیل و افزایش اون رو تا جایی که بتوان باید ناممکن ساخت. برنامه امروز از یک نظر استثنایی است و اون این که درست یک سال از آغاز این برنامه در تلویزیون ایران فردا میگذره. روزی که ما اولین برنامه رو پر میکردیم، ثبت میکردیم برای پخش شدن، به علت اینکه بنده از همه سنم بیشتر بود و موهای سفید، از من خواسته بودن که افتتاح این برنامه رو من به عهده بگیرم و من همین کار رو قبول کردم و اولین برنامه با پیامی از من پخش شد. الان که سال تازه‌ای از این برنامه شروع میشه، من وظیفه خودم میدونم که بار دیگر درباره این برنامه حرف بزنم. وقتی که ما این برنامه رو شروع میکردیم، هیچ کدوممون فکر نمیکردیم که تا این حد موفق بشه. اگر در خارج از کشور این برنامه موفق است، میتونه باشه، میتونه نباشه. ولی اون چیزی که بسیار مهم است، این است که برنامه گذری و نظری در داخل ایران طرفداران فراوانی داره و من از تلفن‌هایی که به من میشه، پیام‌هایی که برای تلویزیون ایران فردا میفرستن، این موضوع رو حس میکنم. از همه دوستان در خارج از ایران و در داخل ایران که لطفی دارن به این برنامه و لطفشون باعث تشویق ماست تا کار رو هر روز بهتر و پرمحتواتر بکنیم، تشکر میکنم و انشاءالله امیدوارم که 50 سال این برنامه رو خود من بهتون تبریک بگم. با پیشرفت پزشکی اصلا این موضوع غیر ممکن نیست و شما میتونید لبخند نزنید. خواهش میکنم. گفتم که من 2 برنامه اختصاص خواهم داد به 2 از خادمان بزرگ ایران که متاسفانه هر دو در ماه مرداد درگذشتند. من 3 تن دکتر شاپور بختیار رو بحث دربارش رو میگذارم برای ماه دی که مفصل دربارش صحبت کنم. هفته پیش 3 شهریور بود. 3 شهریور از نظر تاریخ ایران یه نقطه عطفه، برای اینکه تمام برنامه‌ای که برای پیشرفت این مملکت در نظر گرفته شده بود با حمله ناجوانمردانه متفقین به ایران نقش بر آب شد و ظاهراً یکی از این کشورهای خارجی که کینه شدیدی هم نسبت به رضا شاه پهلوی داشت، از تمام امکانات خودش استفاده کرد تا اینکه تا جایی که میسر هست به این مرد بزرگ خادم این مملکت توهین کنه. نکته ایست که مردم ایران هرگز فراموش نخواهند کرد و از اون مهمتر این که اگر یک نسل به اندازه تغییر یک نسل که بر اساس جامعه شناسی 30 هست، رضا شاه بر اریکه قدرت میماند و از طوری میشد که ما هرگز نکبت سال 57 رو درک نمی کردیم و این اتفاق دردناک رخ نمیداد که اون چه که رضا شاه در 16 سال ساخت
اینها در 37 سال نابودش کنند. به هر حال تاریخ همینه و از این اتفاقات در طول تاریخ فراوان رخ میده. در سوم شهریور با وارد شدن قوای متفقین به ایران که همونطور که هممون میدونیم منجر شد به استعفای رضا شاه از پادشاهی و محول کردن این پست به فرزندش، در حدود 22 سال طول کشید که دوست عزیز من آقای احرار این 22 روز رو با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی در مجله راه زندگی دربارش مطلب بنویسه و من توصیه میکنم به دوستانم و کسانی که علاقمند هستن به تاریخ معاصر به خصوص در سال 1120 این مطلب رو بخونند. وقتی که محمد رضا شاه پادشاه ایران شد و برای ادای سوگند به مجلس میرفت، مردم خشمگین از نامردی و ظلم بی حد متفقین آزرده و خشمگین بودند، اتومبیل شاه جوان رو که اون موقع فقط 22 سال داشت به مسافت طولانی روی دوششون حمل کردند. شاید به دلیل این ماجرا که ماجرایی بود بسیار اشک بر چشم آور، محمد رضا شاه در یکی از اولین سخنرانی‌های خودش گفت که سلطنت کردن بر یک ملت فقیر، بی سواد و بیمار افتخاری نداره و من تمام قدرتمو به کار خواهم برد تا اونجا که میسر است این وضع را عوض کنم. محمد رضا شاه به قولی که داده بود عمل کرد. وقتی که در سال 1321 بعد از ورود 5-6 ماه بعد از ورود متفقین به ایران و ماجرای سوم شهریور که رضا شاه هم دیگه رفته بود و در جوهانسبورگ مستقر شده بود، آمار اقتصادی نشون میده که درآمد سرانه ایران در اون موقع کمی بیشتر از با نرخ ثابت دلار کمی بیشتر از 30 دلار بود و شاه به قول خودش عمل کرد و در سال 1357 که مجبور شد سلطنت رو ترک کند، این رقم با دلار ثابت رسیده بود به 2070 دلار. وقتی که در سال 1120 محمد رضا شاه پادشاه شد در ایران، ایران فقط یک دانشگاه داشت که از مجموعه چند تا مدرسه عالی به وجود آمده بود با به همت دکتر حسابی و علی اصغر حکمت و البته کمک بیدریق رضا شاه. وقتی که محمد رضا شاه ایران رو ترک کرد، ایران 98 دانشگاه و مدرسه عالی داشت و مردم ایران در تمام این دانشگاه ها درس می‌خوندند. ما نزدیک که 5 میلیون دانش آموز داشتیم که در سال 1120 این حتی از 100,000 نفرم کمتر بود. محمد رضا شاه تکیه کرد روی بیماری ملت ایران و راست بود. اون موقع همه از جمله خود من مبتلا بودیم به مالاریا، ولی وقتی که محمد رضا شاه ایران رو ترک میکرد بیماری مالاریا از بین رفته بود، بیماری سالک از بین رفته بود، بیماری آبله از بین رفته بود، سل جز در دهات بسیار دور افتاده وجود دیگه نداشت
و تمام امکانات در اختیار این بیمارها قرار می گرفت تا اون چند عده معدودی هم که هنوز بیماری سل داشتن معالجه بشن. به عبارت دیگر اون چه که قول داده بود عمل کرد. در روزهای اخیر خاطره ای از محمد رضا شاه از قول شهبانو فرح نقل شده که در دهن به دهن گشته است و تقریبا در تمام سایت های اینترنتی نقل شده است و بدون تردید شما هم اون رو شنیده اید. شهبانو تعریف میکنه که وقتی در پاناما بودند و عده‌ای مهمان داشتند، اعلیحضرت در سالون بود و به عده‌ای از ماهی ها مشغول غذا دادن بود. شهبانو میاد به سالون و به اعلیحضرت میگه که مهمان ها گرسنه هستن، ماهی ها دیگه به حد کافی سیر شدن، شما تشریف بیارید. و شاه به تلخی دردناک که حتی شنیدنش آزار دهنده است میگه نه، ماهی ها هنوز سیر نشدن، اگر سیر شده بودن اونها هم میگفتن مرگ بر شاه. این برداشت تلخی است از تمام ماجراهایی که اتفاق افتاد، ولی آیا واقعا ملت ایران طالب مرگ شاه بود؟ من تردید دارم. بزرگترین تظاهراتی که در اون موقع انجام گرفت روز عاشورا بود که خود بانیان این قبیل تظاهرات مدعی بودند که میلیون ها آدم در تهران آمده بودند برای تظاهرات. روش های وجود دارد که میشه با اون روش ها تعداد این افراد رو در نظر گرفت. ما با اون روش شمردیم و جمعیتی که تظاهرات میکرد 600 هزار نفر بود در یک مملکت، در یک شهری که نزدیک به 4 میلیون جمعیت داشت و تقریبا به طور اشانتیون از تمام سنین و زن و مرد و جنس و اینها در بین تظاهر کنندگان وجود داشت. یعنی چی؟ یعنی اینکه از هر 7 نفر فقط 1 نفر برای تظاهرات اومده بود. این عده میتوند همه جا وجود داشته باشد. 6 نفر اکثریت خاموشی بود که هنوز هم به شاه علاقمند بودند. تاریخ این موضوع رو ثابت خواهد کرد. خواهید دید. رهز غلظت تیرگی ها چنان بست که پیکی گذاری به کویی ندارد، کرستان چنان دل که بانگ خدا نیست به بام جهان های و هویی ندارد، چنان اهل دین دشمن آمد که کشور نیازی به دیگر عدویی ندارد، گناه من به آب مقدس مشویید تقدس دیگر آبرویی ندارد. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در سخنان پیشین گفتم که دین و سیاست و دین و اقتدار حکومتی با هم سازگار نیستند، زیرا حکومت و قدرت سیاسی قداست و معنویت دین رو میبلعه و اون رو در خدمت پلیدی ها به کار میندازه. این حقیقت به قدری بر مردم امروز ایران روشن شده که نیازی به توضیح نداره. پیشتر اشاره کردم که عبارت عربی مشهور الملک و الدین توامان که در سیاستنامه خواجه نظام الملک هم اومده، درست به معنای اون بود که دین در کنار ملک است، نه فرمان روای ملک. دین و اهل دین مشروعیت ملوک رو فراهم می کردن و با او همراه و به موازات او بودن. دین هرگز در ایران با حکومت یکی نبود. این حکم تاریخ و حکم فرهنگ و حکم بنیادهای تاریخی ایران از دورانهای اسطوره‌ای تا امروز بوده.
همین سخن رو فردوسی هم به این صورت بیان داشته: چنان دین و دولت به یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند. نه بی دین بود پادشاهی به پای، نه بی پادشاهی بود دین به جای. میبینیم که فردوسی با صدای بلند دین رو از پادشاهی مجزا میشمره و تأکید میکنه که پادشاهی و حکومت ممکن نیست مگر به معیت و همراهی دین، و دین ممکن نیست مگر با حضور و استقرار و تثبیت قدرت سیاسی که در شخص پادشاه تبلور میافت. حالا یا مستبد و ظالم یا نرمخو و عادل، این مسئله نسبیه و بستگی داره به وضعیت و روزگار و شخصیت پادشاه. این تقسیم کار موجب نظم و انتظام و تعادل نسبی جهان بود. حالا اتفاقی که در سال 1357 در کشور ما رخ داد یک واقعه ساده و معمولی نبود، یک اتفاق سابقه دار در تاریخ هم نبود، بلکه یک بدعت ویرانگر و بنیانکن بود که پایه‌های تمدن ایرانی رو فرو ریخت. حادثه استثنایی بود که بنیادهای تمدن و هویت تاریخی و ملی این کشور رو دچار بحرانی خانمان برانداز کرده. در اثر این اتفاق که نمیشه اون رو انقلاب نامید، بلکه باید اون رو فاجعه بزرگ و ریشه‌کن کننده نامید که به نام انقلاب اسلامی و به نام اسلام در ایران رخ داد، و تنها میشه اون رو با فاجعه یورش اعراب یا حمله اسکندر قیاس کرد، گرچه آنها آن دو بیگانه بودند و این یکی به نیروهای داخلی و مردم ایران تکیه داشت. فاجعه‌ای که میشه اون رو به نوعی خودزنی تاریخی مردم ایران به شمار آورد. به هر حال در اثر این واقعه که برای جمعی نعمت خدا شمرده شده و نان خیلی ها رو در روغن خیلی های دیگر فرو برده، بنیانهای تاریخ ایران جابجا شده. جهان ایرانی هم در بعد معنویت و دین و هم در بعد کشورداری و کار ملک زیر و رو شده و نقش این دو بعد، این دو بعد توامان که صحبت شد، جابجا شده و در واقع یکی در دیگری ادغام شده است. امر دین و امر حکومت یکی شده، یعنی قدس و قداست با ملوثات و ناپاکی ها در هم آمیختند. معنای دیگر این سخن اونه که دین و امر قدسی جای استبداد سنتی را مصادره کرده و نقش سیاسی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی او رو به خودش اختصاص داده. متاسفانه معنای این حقیقت تلخ رو پایه‌گذاران نظم استبداد دینی حاکم در نیافتند. نظمی که امروز بر کشور ما فرمان رواست خودش رو مقدس مینامه، و این به روشنی مؤید سخنانی است که خدمت شما عرض شد. آقایان یا به حدی گرفتار آز قدرت و جاه طلبی شخصی و فرقه‌ای و صنفی خودشون بودند که تنها به یک چیز می‌اندیشیدند، و اون چیز همانا بهره‌وری و سوء استفاده از فرصتی بود که نهاد دین در یک وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی و بین المللی مساعد در اختیار اونها نهاده بود. اونها به صاعقه و در آرزوی کسب قدرت شخصی و صنفی از اوضاع آشفته ایران و از موقعیت بین المللی و چه بسا از بدخواهی قدرت‌های جهانی علیه ایران بهره بردند تا نهاد پیر و کهنسال روحانیت شیعه را جای نهاد باستانی پادشاهی و سلطان بنشانند، و برای چنین هدفی توجیه فقهی تراشیدند، و توجیهات اونها به قدری سست و فاقد حقیقت بود که حتی بسیاری از بزرگان نهاد روحانیت هم اون رو قابل پذیرش ندونستند. این عدم درک تاریخی از سوی مردی روحانی که به دلایل گوناگون رهبری جنبش آزادی خواهانه مردم ایران رو به دست آورده بود، موجب اون شد که کشور به دست مشتی طلبه قدرت طلب جاهجو و آشوبگر و بی‌اعتقاد به وطن دوستی افتاد که برای حفظ اون به خرج ملت ایران جمعی از مردم ناآگاه یا متعصب یا فرصت طلب رو مسلح کردند و به جان ملت ایران انداختند تا به هر قیمت که شده است موقعیت نابرحق و نابجای خودشون رو در رأس قدرت سیاسی حفظ کنند. حفظ نظام به هر قیمت معنای چنین واقعیتی است. بنابراین
متاسفانه منشأ نابسامانی ها و آشفتگی های عدیده‌ای که ملت ایران در این 36 سال به اون دوچار شده رو میباید در آزمندی مفرط روحانیت شیعه به قدرت و مکنت و جاه و موقعیت برتر در جامعه شمرد. با نهایت تأسف روحانیت شیعه تصور میکند که ایران را در یک بلیت بخت‌آزمایی برنده شده است و در واقع سرزمین آبا و اجدادی همه ایرانیان از هر مذهب و دین و فرقه و نهلهی که هستن رو غنیمت جنگی خود به شمار میاره و تصور میکنه که سوره انفال در حق او و درباره همین حکومت روحانیت در قرن 21 نازل شده بوده است و بران گمانه که میتونه با سرنوشت ملت ایران هر گونه که میپسندد رفتار کند. برخی از اعضای این صنف آنچنان از غرور و نخوت سرمستند و به آنچنان هذیان‌گویی های دچار شدند و آنگونه در این آزمندی بی‌حفاظ و عنان گسستند که با صدای بلند میگویند ما بیت المال رو و اسلحه رو گرفتیم و به اهل بیت دادیم، یعنی در واقع بخش بزرگی از ملت ایران رو در برابر اهل بیت قرار میدهند و مسئول حیف و میل بیت المال و کاربرد بیرویه و ظالمانه اسلحه در ایران رو به اهل بیت میبندند و بدین گونه قداست و معصومیت ائمه شیعه رو زیر سوال میبرند و به ناپاکی ها و زشتی های امور سیاسی و مملکتی خودشون میالایند. ضمناً خودشون رو خزانه دار و کلیددار اهل بیت به حساب میآورند و ملت ایران را فاقد حق پرسش نسبت به بودجه عمومی کشور به حساب میارن، حکومتی که پاسخگوی هیچ یک از تبذیرها و چپاولهای اموال عمومی ایران نیست. بدین گونه آزمندی صنف روحانیت شیعه در ایران به نام اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه حق حاکمیت را از مردم ایران ربوده و به خودش اختصاص داده. اونها با لذتی وصف ناپذیر از موقعیتی که به اتکاء زور و تزویر به چنگ آوردند اظهار شعف و خرسندی می کنند و بیش از 35 سال است که انواع بیلیاقتی ها در اداره امور کشور رو به نام دین توجیه می کنند و انواع آزادی کشی ها و حیف و میل ها و جنگ افروزی ها و قتل ها و استراب آفرینی ها و سخت گیری های گوناگون بر مردم رو به نام قداست قدرت سیاسی خودشون توجیه می کنند و با مقدس نامیدن سیاست خودشون و قدرت در واقع گرد همه گونه بی‌عدالتی ها حاله مقدس ایجاد می کنند و بدین گونه از مردم طلبکار می شوند و مدعیان که بهشت رو از عرش به فرش آوردند و به مردم ایران هدیه کردند، مدعیان که ملت ایران رو به رستگاری دنیوی و اخروی رساندند، حالان که آمار به صد زبان رشد نجومی و بیاندازه پلشتی ها و فساد ها و سرقت ها و اعتیاد ها و فقر و فاقه عمومی و فحشا و خرابی اخلاقیات جامعه رو اعلام میکنند، به شکلی که مردم ایران سال هاست بازگشت دوران گذشته رو هرچند با استبداد سیاسی پادشاه داره میشد در واقع تبدیل به آرزوی بزرگ خودشون کردند. آیا دلیلی از این بزرگتر و بهتر میشه آورد که قداست با سیاست و قدرت در هم نمی آمیزند و اگر چنین شود جهان از اعتدال و انتظام مادی و معنوی خودش خارج خواهد شد؟ متاسفانه ایران ما به چنین روزی دچار شده. عجب عجب که آتش خرمن خبر نکرد شما را، صدای وحشت نعلین کر نکرد شما را، دگر شدند همه بودها ز ریشه و بنیاد، ولی دگر شدگی ها دگر نکرد شما را، چنان به پوست شب جوش خورده اید که خورشید اگر چه تافت رفیق سفر نکرد شما را، بدا که بسته به روی جهان آدمیتان دری که باز به روی سحر نکرد شما را، اسیر جهل چنانید که این شرارت الوی قرین دست شما جز تبر نکرد شما را، اگرچه
جمله نظر کردگان عالم قدسید، به غیر دیو دناعت نظر نکرد شما را. چنان که مدعیان خدا و راعی خلقید، خدا به دعویتان مفتخر نکرد شما را. دریغ فرصت 30 ساله ای که عمر هدر کرد، به راه شرم و شرافت هدر نکرد شما را. به نام آخرت از ما جهان دریغ شد، اما به غیر دست دغا در کمر نکرد شما را. خوشید از آن که اگر خون چو رود سرخ روان بود، به غیر دامن سجاده تر نکرد شما را. شاد و سرفراز باشید. امروز میخواهم درباره دو پایه دانشهای زاستاری با شما سخن بگویم. زاستار یعنی طبیعت، و دانشهای زاستاری دانشهایی هستند که پدیده‌های طبیعی را مطالعه میکنند، مانند فیزیک، شیمی، زمینشناسی، زیستشناسی. این دانشها بر دو پایه استوارند. نخست ابسرواسیون یا نپاهش، یعنی پاییدن، نگاه کردن، زیر نظر داشتن، و دوم نگره یا نظریه تئوری. نپاهش و نگره پیوسته با هم در داد و ستد هستند. بزرگترین نگره ها اگر با نپاهش تایید نشوند ارزش ندارند، و نپاهش به نگره نیاز دارد برای فهمیدن و توضیح پدیده ها. مطالعه رابطه های میان نپاهش و نگره بخشی از شناخت است که فلسفه دانش نام دارد. فلسفه دانش مبحث تازه است که از آغاز سده 20 پدید آمده است. ما تا کنون در فارسی واژه یا ترم پایه و مایه‌دار و فراگیری برای مفهوم ابسرواسیون نداشتیم. نخواست این بگرد یا مفهوم را تعریف کنیم تا روشن باشد درباره چه سخن می‌گوییم. ابسرواسیون عبارت است از پاییدن، زیر نظر گرفتن و توجه پیوسته و مرتب به منظوری خاص، بیشتر در دانش‌ها به ویژه از راه اندازه‌گیری. مفهوم ابسرواسیون در دانش‌ها در زبان‌های فرانسه و انگلیسی پدید آمده است و زبان‌های دیگر آن را ترجمه کردند. نخست ببینیم که ابسرواسیون از کجا آمده است. این واژه در سده 14 میلادی از فرانسه به انگلیسی رفته. فرانسه خود آن را از لاتین ابسرواره گرفته است، به معنای نگاه کردن، نگاه داشتن، پاس داشتن، مراقبت کردن، از پیشوند اوب به معنای بر، به و سرواره، پاس داشتن، نگاهداری کردن. این واژه لاتین همریشه است با ستاک اوستایی هر، به معنای نگاه داشتن، پاس داشتن، توجه کردن. هرایتی، نگاه می‌دارد، حفظ می‌کند. هرتر، نگاه دارنده، پاسدار. واژه فارسی زنهار به معنای پناه امان هم با این واژه اوستایی و واژه ابسروار لاتین پیوند دارد. چنان که گفتم در فارسی واژه عامی برای این مفهوم نداریم. در اخترشناسی آن را رصد می‌گویند، ولی بیرون از اخترشناسی برای آن واژه دیگری به کار میبرند: مشاهده، مشاهدگری، ملاحظه، نگرش و دیگرها. این وضع زاینده چند مسئله است. یکی این که مشاهده، مشاهدگری، ملاحظه، نگرش و دیگرها هیچ ربط واژگانی با رصد که در اخترشناسی به کار میرود ندارند، و این نشان میدهد که چگونگی رویکرد فارسی زبانان به مفهومهای دانشی از حیث روش شناسی پیچیده و مسئله دار است. به سخنی دیگر، فارسی زبانان خودکارانه در نمی‌یابند که پایه آنچه اخترشناس می‌کند با آنچه زیستشناس، جانورشناس، مردمشناس و پزشک می‌کند در اصل یکی است. این چنین بریدگی ترم شناسی مانعی است در راه ساختن اندیشه روشمندانه و دانشی. به طور کلی ما فارسی زبانان اندیشه منظم و دقیقی نداریم و برای واژه‌ها شخصیت قائل نمی‌شویم.
یکی را به جای دیگری به کار می‌بریم و این یکی از پیامدهای زبان نامنظم و ولنگار است. دیگر اینکه واژه مشاهده در برابر ابسرواسیون در فارسی سابقه چندانی ندارد و از اصالتی برخوردار نیست. برابری است که برخی مترجمان بیان که به امکانهای زبان فارسی توجه کرده باشند با سهلنگاری به کار بردند. ببینیم فرهنگ‌های فارسی در برابر مشاهده چه می‌گویند. ادراک با چشم و بینش و نگاه و نظر، معاینه کردن، نظارت، دیدار یکدیگر را روی دیدن. مشاهده همچنین اصطلاحی است عرفانی. نزد عرفا عبارت از حضور است. وجود این معناها برای مشاهده نشان می‌دهد که واژه دقیقی نیست. مشاهده در اصل واژه‌ای است دو طرفه، مانند مجادله، با هم جدل کردن، مقابله، با هم روبرو شدن، معامله، مذاکره، مکاتبه. پس مشاهده یعنی یکدیگر را دیدن. اما در ابسرواسیون تنها یک سو، یعنی انسان است که نگاه می‌کند و خبری از نگاه به همدیگر نیست. افسون بر این کاستی‌ها، مشاهده واژه‌ای است چهار هجایی که فعل بسیط ندارد، به این معنا که مشاهده کردن از پویایی، نرمش و توانایی لازم برای ساختن جدا شده ها برخوردار نیست. در زبان دانشی وجود فعل‌های مرکب دشواری مهمی است. من در این باره مقاله مفصلی نوشتم که در اینترنت می توانید پیدا کنید با عنوان بحثی درباره صرف فعل در زبان علمی فارسی سال 1352، یعنی 42 سال پیش. چنین مفهوم بنیادینی در دانش به برابر فارسی سنجیده، استوار و پرسونی دقیقی نیاز دارد. در کار پدید آوردن زبانی که پاسخگوی نیازهای دانشی و اندیشه‌ای پیشرفته باشد، باید از سهل انگاری و بی‌دقتی دوری گزید. یادآوری می‌کنم که در آغاز سده 20 ایرانیان با مفهوم‌های دقیق دانش‌های نوین که از اروپا می‌آمدند روبرو شدند، ولی برابری برای این مفهوم‌ها نداشتند. بسیاری کسانی که به ترجمه این مفهوم‌ها می‌پرداختند، دو اشکال در کارشون بود. یکی اینکه دانش کافی در زمینه چیزی که ترجمه می‌کردند نداشتند، نه از حیث علمی و نه از حیث زبانی. دوم اینکه می‌کوشیدند برابرهایی بیابند که همه فهم باشند، حالان که اینها مفهوم‌های جدیدی بودند و این کار نتیجه‌اش مخدوش شدن مفهوم‌ها بود. همچنین در این میان نباید به اصطلاح اصلی را که ایرانیان پیروش هستند فراموش کرد، و آن این است که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این به اصطلاح اصل همرنگ جماعت شدن نه تنها آویزه گوش مترجمان درجه چندم بوده و هست، گریبان استادان را هم رها نکرده است. پیروی از اصل همرنگ جماعت شدن معیارها را پایین می‌کشد تا همه مانند هم باشند، حالان که اندیشه‌ور آگاه باید چراغی باشد فراراه دیگران. دیگران باید از او پیروی کنند، نه اینکه او به دنبال دیگران بیفتد. همین که دیگران با او همراه شدند، او باید معیارها را باز هم بالا ببرد. پس بر پایه این تجزیه و تحلیل و به پیروی از روش‌شناسی دانشی و نیاز به روشن اندیشی و دقت، منطقی است که برای مفهوم بنیادین ابسرواسیون واژه یگانه‌ای در فارسی داشته باشیم. برابر فراگیری که میتوانست برای مفهوم ابسرواسیون به کار رود، مصدر پاییدن است که ابوریحان بیرونی گاهی به جای رصد به کار برده است. برای نمونه و به پای تا به دایره اندر آید و به پای ارتفاع آفتاب را. شادروان جلال الدین همایی که التفهیم را ویراسته و به چاپ رسانده است، در واژه‌نامه التفهیم می‌نویسد پاییدن و پاسیدن به معنای رصد کردن و مراقبت کردن در احوال ستارگان. اما به کار بردن پاییدن برای تو ابسرو بی اشکال نیست، زیرا پاییدن در فارسی معنای دیگری هم دارد که ماندن، ادامه داشتن، پایدار ماندن است. سعدی میگوید هر آنچه زود برآید دیر نپاید. مسعود سعد سلمان میگوید به پای و به بال و به بار و به تاب، چو کوه و چو سرو و چو ابر و چو خور. همچنین پاییدن به این معنا در ترمشناسی فارسی کاربرد بسیار دارد. پایا کنستان، دماپای ترموستا، پایداری استابیلیته، پایندگی کنسرواسیون. از این رو فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک برای تو ابسرو نپاییدن را به کار می‌برد.
این واژه از دو بخش ساخته شده است، پیشوند نه به معنای پایین، به سوی پایین، به بر که در بسیاری واژه های فارسی میبینیم، مانند نگاه، نگریستن، نشستن، نهادن، نفرین و ده ها واژه دیگر. در آینده در گفتاری به این پیشوند خواهم پرداخت. بخش دوم پاهیدن که دیسه است از پاییدن، مثلا در گویش های فارس لاری، گراشی، دیسه های دیگران پاسیدن و پاستن است در گیلکی. پاییدن و پاهیدن از فارسی میانی پای، پادن می آید به معنای نگاهداری کردن، مراقبت کردن، فارسی باستان پا، مراقبت کردن، پتا، نگاه داشته شده، مراقبت شده، اوستایی پا، نگاهداری کردن. شاید برایتان جالب باشد بدانید که من نپاهیدن را به روشی که گفتم ساختم و بعد دیدم که این واژه در اوستایی وجود دارد. نپا، با داشتن نپاهیدن برای to observe، observation خواهد شد نپاهش، observer نپاهنده و observatory نپاهشگاه که همون رصدخانه است. در فیزیک نوین مفهومی داریم observable که می شود نپاهیدنی، نپاهش پذیر. این بود درباره نپاهش که یکی از دو پایه دانش‌های زاستاری است. پایه دیگران نگره یا نظریه یا تئوری است، ولی در اینجا به ریشه شناسی ها نمی پردازم چون وقت کم است. کمی به فلسفه دانش برگردیم. در دانش‌های زاستاری اصل بر نپاهش است. نخست پدیده‌ها یا چیزها را می‌بینیم یا آزمایش می‌کنیم. سپس برای توضیح آنها فرضیه یا انگاره‌ای پیش می‌نهیم که پدیده‌های نپاهیده را توضیح می‌دهد. ولی انگاره باید چیزهایی را که تاکنون ندیده‌ایم پیش‌بینی کند. آیا این پیش‌بینی‌ها درستند یا نه؟ چگونه باید تصمیم گرفت؟ نپاهش های تازه پیشبینی ها را می آزمایند و این نپاهش های تازه داده های پیشبینی نشدهی به دست می دهند که انگاره آنها را برای تواناتر ساختن خود به کار می برند. این کار بارها تکرار می شود و وقتی هیچ تناقضی میان انگاره و نپاهش وجود نداشت، انگاره به پایگاهی بالاتر می رود و آن را تئوری یا نگره می گوییم. انگاره به نگره تبدیل می شود، نگرهی که نپاهش ها پشتیبان آنند، ولی این پایان کار نیست. فیزیکدانان همیشه به دنبال یافتن کاستی های نگره هستند و با یافتن این کاستی ها از راه نپاهش است که شناخت ما از پدیده ها بهتر و ژرف‌تر می شود و دانش پیش می رود. برای نمونه نگره های نسبیت یا بازانیگی اینشتین، بازانیگی ویژه و بازانیگی هروین نسبیت عام تا کنون از محک همه نپاهش ها پیروز بیرون آمدند، ولی فیزیکدانان همچنان به دنبال یافتن پدیده هایی هستند که نسبیت نتواند آنها را توضیح بدهد و در این شکی نیست که روزی نگره تواناتری جایگزین نگره اینشتین خواهد شد و این روال عادی پیشرفت فیزیک بوده است. وقت ما به پایان رسید، به کوتاهی اشاره کنم که یکی از معیارهای بنیادین دانشی یا علمی بودن هر نگره این است که از پیش میپذیرد که روزی نپاهشی میتواند آن را رد کند. نگرهی که چنین پیشفرضی را نپذیرد دانشیک نیست. حال مقایسه کنید با دینها و ایدئولوژیها که مدعیان یک بار در گذشته و برای همیشه حقیقت را کشف کردند و هیچ تغییری پذیرفتنی نیست.